بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان محترم در خدمت شما ایزا قرار دارم با یکی دیگر از مجموعه درس های مکتب تمدن امروز ما و شما به اتفاق همدیگر چهلومین درس که آخرین درس از کیمیای سنفه هفتم میشره با همدیگر میخوانیم ای در مورد خلاصه فصل چهارم و در مورد تمرینات فصل چهارم هست که در حقیقت ختم کتاب هم میشه در قدم اول خلاصه فصل رو برای شما عزیزان میگم خلاصه فصل چهارم در کتاب های چاپ جدید مربوط به صفحه هفتاد و یک کتاب میشه یک سلسله موضوعاتی رو در اینجا میبینیم که در همین فصل تمام از شما خواندین شما در فصل چهارم در مورد چهار انصری که در زندگی ما اهمیت بسیار زیاد بود اهمیتشان خیلی زیاد بود اینا رو خواندن کاربون بود هایدروژن، اکسیژن و نایتروژن و در این جمع به صورت مختصر در مورد هر کدامش بعضی حرف های زده اولین نکته گفته هایدروژن سمبول هایدروژن هست اکسیژن سمبولش نایتروژن و کربن عناصری اند که در زندگی بشر دارای اهمیت زیاد می باشند ما قبلا گفتیم که بیشترین فیصدی بدن انسان ها از این چار انصر هست اگر بیایم به ترتیب بگم 10 فیصد بدن ما هایدروژن است، 65 فیصد هایدرو آکسیجن است، 3 فیصد الا سه و نیم فیصد 3 فیصد بیشتر میگن نایتروژن هست و 18 فیصد کاربون که اگر اینها رو با هم بسنجیم تقریبا 96 فیصد بدن ما از این چار انصر هست بنابراین خودش اهمیتش رو نشان میده اهمیت همین چار انصر را در زندگی بشر هیدروژن یک در جامد ساختن روغن های مایع استفاده می شد ما گفتیم که روغن های نباتی همگی به حالت مایع هستند اما از که انتقال دادن روغن مایع از طرف سخت است از طرف بعضی ها ندارن میگن ما میخوایم روغن جامد استفاده کنیم بناهن دانشمندا یک راهکار را پیدا کردن که میتونن با استفاده از هیدروژن روغن های مایع را چی بسازن جامد بسازن نکته بعدی کاربون هست کاربون به سه شکل زغال، گرافیت و الماس یافت می شود کاربون خالص البته یعنی عنصر کاربون دارای سه حالت در طبیعت می توانست باشه یکی زغال همون زغال سنگ یا زغال چوب گرافیت نوک پنسل و الماس هم که شما از ها بدون اکسیژن حیات وجود ندارد فکر نکنم که نیاز به توضیح داشته باشه ما فکر کنم که پنج دقیقه بینی خود ما کم بگیریم دیگه اصلا دیگه نیستیم پس بدون اکسیژن امکان زنده ماندن ما وجود نداره سوختن مواد بدون اکسیژن صورت نمیگیرد قبلا گفته بودیم که هر چیزی که می سوزه در موجودیت اکسیژن می سوزه. شما اگر اکسیژن یک جای نباشه نمیتونین چیزی رو روشن کنین چیز در نمیگیره آتش نمیگیره اگر آتش هم بگیره پس خاموش میشه پس بدون اکسیژن هیچ چیزی نمیتونه که بسوزه کاربن در صنعت امروزی ارزش زیاد دارد کاربن خب چه ارزشی داره ما میگیم بسیار زیاد مهم است امی اکثر پیشرفتی که فعلا در دنیا وجود داره بعد از اینمی شناخت آهن است و در حقیقت وقتی تانستن بیان از آهن استفاده کنن موتر ساختن، موتر سکل ساختن، بایسکل ساختن و انواع و اقسام لوازمی که در اطراف ما است آپارتمان بلند منزل جور شد اینا تمامش به خاطر شناخت آهن بود چون فلز آهن یک فلزی بود که در همه جای استفاده می شد و به خاطر خالص ساختن آهن کاربن عنصر بسیار بسیار زیاد مهم است کشورایی که زغال سنگ ندارن زغال سنگ را مجبور هستند که بخرن از بیرون وارد کنن تا ای که بتانن و آهن را از معادن خود استخراج کنن و در نهایت رو خالص سازی کنن بناهن کارمون در صنعت از اهمیت بسیار زیاد برخوردار هست نباتات بدون نایتروژن زندگی کردن نمیتوانند نبات چه ارتباطی با نایتروژن داره ببینید نایتروژن انصری هست که در حقیقت بدون از مو انصر کلروفیل ساخته نمیشه و کلروفیل یگانه موادی است که در موجودیتش نباتات میتونه مواد غذایی خود را بسازه بناا از اهمیت بسیار زیاد برخوردار هست و هیچ نبات بدون نایتروژن زندگی کرده نمیتونه اگر شما یگان کرد باغچه یک جای دارین اونجا میرین یگان گل و گیاهی میبینین می زرد و زار میشه خشک میشه صحیح نمیگیره بفهمین کو زمین نایتروجنش کم است و یک کمک کود نایتروجندار دار ضرورت داره میریم بخیر به سمت تمرینات فصل تمرین فصل بخش اولش گفته اینی سوالات را شما جواب بتین جواب کامل بتین برش خب من اینجا به صورت مختصر میتونم بگم برای شما بنابر محدودیت وقتی که داریم از تعامل هیدروژن با نیتروژن کدام مواد به دست می آید و این ماده برای چی استفاده می گردد ببینید من رو باید در تخته برای شما عزیزا بگم دقت کنین ما و شما داریم عنصر هیدروژن با نیتروژن اگر یاردو تعامل کنه می اینی مرکب را این مرکب نامش هست امونیا نام از این مرکب امونیا هست امونیا که از موارد استفاده از این در دو جای بسیار زیاد هست یکی زراعت در زراعت چی به درد می کود می سازن. برای برای ساختن کود همون کود کیمیاوی و دیگه گپی که هست در لوازم یا لوازم بگم یا امو تجهیزات جنگی بگم در ای همچنان ای برای ساخت باروت استفاده میشه دو تا از موارد استفاده بسیار مهم و عمده همی مرکب امونیا که از ساخت از تعامل هیدروژن همراه نایتروژن به دست میاد خب ای اولین مطلبش بود موارد مورد استفادهشون شم برای شما عزیزان آمدیم گفتیم دومین گفته دومین سوالش نقش اکسیژن را در تنفس حیوانات و نباتات واضح سازید ایرا میتونم برای شما به می ترتیب بیایم بگم ببینید ها اکسیژن را ما و شما تنفس میکنیم بدون تنفس کردن اکسیژن ما زنده بوده نمیتونیم به خاطر که یک قسمتی از حجرات بدن مایتو کاندریان نام داره. در تو کاندریا که وظیفهش تنفس است اکسیژن باید باشه مواد غذایی هم در اونجا وقت میره هر دو تای اینا با هم تعامل میکنن انرژی تولید میکنن از انرژیش ما و شما میتونیم که استفاده کنیم و تمام فعالیت های حیاتی خود از جمله را رفتن از جمله نان خوردن از جمله نشستن همین که ما زنده هستیم از برکت از می است در نباتات به می ترتیب نباتات هم نیاز به اکسیژن دارن تا بتانن اونمو گلوکوزی که ساختن مواد غذایی را او را پس تجزیه کنن و از او انرژی به دست بیارن پس برای تنفس حجروی در اونجا هم بر نباتات ضرورت هست تنفس حجروی بدون اکسیژن امکان پذیر نیست سومین سوالش گفته نایتروژن را چطور از هوا به دست آورده میتونیم؟ یا می آورند هوا را می آوردن داخل یک بالون سرد می ساختن فشار هم برش زیاد وارد میکنن در نهایت توسط سرد ساختن و فشار دادن زیاد هایدروج... اه... اه... تمام هوا مایع می شد و یک بخشی از هوای مایع نایتروجن بود پس دوباره می آوردن. مایع نایتروژن را نظر به درجه غلیان منفی 195 درجه می ساختن نیتروژن به شکل گاز تولید می شود. دوباره یعنی از مایع به گاز تبدیل می شد گازش نمیموندند در هوا بر از طریق یک پایپ داخل یک بالون می گرفتنش و این ترتیب نیتروژن از هوا به دست می آید یعنی میتونیم بگیم تقطیر تدریجی به صورت قطره قطره جمع میشه پس مایع میشه جدا میشه کاربون به چند شکل پیدا می شود کاربون به شکل آزاد هم پیدا میشه انصوری که سه حالت داره زغال الماس گرافیت به شکل ترکیبی هم پیدا میشه در مرکبات عضوی و غیر عضوی کاربون در هر دو حالت میتونه باشه هم به با شکل مرکب هم به شکل انصوری یا آزاد و آخرین سوال از این بخش تعامل اکسیژن را با فلز سودیم توسط معادله بنویسید خب ما مجبور هستیم به خاطر ازی به تخته مراجعه کنیم ببینید فلز سودیم را با اکسیژن خواسته از ما و شما سمبول فلز سودیم هست Na ای سودیم هست فلز سودیم سودیم و در کنار اکسیژن اکسیژن هر دوی از اینا با هم یک جای میشن تا تعامل میکنن اول ما و شما فلز را نوشته میکنیم نوشته میکنیم Na ای. بعد از اون نوشته می کنیم او اکسیژن در هر جایی که در ترکیب می آیه یادتان نره هر جایی که در یک مرکب شما می بینین در کنار یک انصار دیگه نوشته باشه این چارج منفی دو داره چارج سودی هم نظر به گروپ تعیین کنین در گروپ اول اصلی است چارج گروپ اول اصلی مطلق مثبت یک بود خو که مثبت یک است منفی دو است با هم دیگه اگه چارج ها قابل اختصار بود اختصارش میکنیم اگه قابل اختصار نبود چارج عنصر دوم را قیمت مطلقش ها. بدون یعنی بدون علامش بدون علامه برای عنصر اول میاریم از عنصر اول برای عنصر دوم میبریم یعنی تو بگم به صورت چلیپا یا انتقال میدیم ذرایب را دور میاریم اینجا یک را میاریم اینجا این مرکب دیگه تشکیل شد دو دانه مثبت یک شد یا رو ضرب میتونیم بکنیم دو ضرب مثبت یک میشه مثبت دو و یک ضرب منفی دو منفی دو اینالی ای دو تا با هم مساوی خلاص میشه بناهن این رو من یه طور میتونم نوشته کنم این ای دو مرتبه و او او یک دفعه است دیگه من ضرور نیست که نوشتهش کنم اصلا نوشته نمی میده خب این بود بخش اول از این سوالات بخش دوم خانه خالی یا جای خالی است هیدروژن را از تعامل خانهخالی و تیزاب خانهخالی استحصال می نمایند. از تعامل یک فلز با تیزاب هایدرو مثلا کلوریک اسید یا سلفوریک. هر تیزابی میتونه باشه. تیزاب هایدروکلوریک اسید تعامل فلز سدیم، تعامل یک فلز القلی شما این رو میتونید بگیرید. یک فلز قلیایی، این میتونید بگیرین تیزاب نمک اکسیژن را از تعامل نمک خانه خالی و خانه خالی استحصال می نماین شما می توانید از حرارت دادن بعضی نمک ها بیاین اکسیژن را استحصال کنین. حالا مثلا می توانید در اینجا نوشته کنین. پوتاشیم کلوریت. اینجا نوشته کنین. سودیم کلوریت. یعنی هر نمکی باشه که در آخرش کلوریت باشه. کلوریت. اونمو میتونه که اکسیژن از اونا بیای و استحصال شود حیوانات خانه خالی را تنفس میکنن خب حیوانات اکسیژن را تنفس میکنند دیگه نایتروژن با هیدروژن تحت فشار و حرارت تعامل نموده خانه خالی را تولید می نماید ما این سوال اولم کار کردیم نایتروژن با هیدروژن میتونه امونیا را بسازد کاربن سخت را به نام خانه خالی یاد میکنن کاربن سخت الماس بود نامش که سختیش بسیار زیاد بود الماس است در صنعت از امونیا برای تهیه خانه خالی استفاده می شود و یک و خانه یک کود کیمیاوی است ببینید ما گفتیم امونیا به دو منظور استفاده میشه اما اینجا من میفهمم که خانه خالی اول باید یک چیزی بیاره مرتبط به با کود باشه گفته یک کود است برای تهیه کود یوریا استفاده می شود و یوریا یک کود کیمی... کیمیاوی است یوری یا میگیریم این بخش سوالات خانه خالیش بود و بخش بعدیش سوالاتی است که شما ایره میخوانین و در مقابل از اینا اگه صحیح بود سوات میمونین اگه غلط بود غین میمونین هیدروژن نظر به هوا سبک است بله صحیح است ای اول صحیح شد هایدروجن برای جدا کردن فلز از اکساید آن هم استعمال میگردد هایدروژن برای جدا کردن فلز از اکساید ما استفاده میکردیم این هم درست هست اکسیژن تنها به حالت خالص پیدا می شود این اشتباه است اکسیژن در خیلی جایات در مرکبات یافت میشه. این غلط است اگر هایدروژن پروکساید تجزیه شود هایدروژن حاصل می گردد این اشتباه است به خاطر که اکسیژن استحصال میشد. نصف مقدار هوا را نیتروژن تشکیل می این هم اشتباه است چون از چهار حیثه سه حیثه شه تشکیل میشه خیلی از نصف بیشتر شده نایتروژن را از امونیم نایترایت استحصال میکنند بله درست است میتونستیم استحصال کنیم سوات میاید سیاهی پنسل از جمله فلزات است غلط است چون گرافیت بود سیاهی پنسل و گرافیت کاربون بود که کاربون غیر فلز است کاربایدها فلزات کاربایدهای فلزات از جمله یک مرکبات کربنند بله درست است چون کارباید خودش کربن داره و بالاخره بخش بعدی بخش جواب است که من سری سری می محصول تعامل جست و تیزاب نمک عبارت است از گزینه جست و تیزاب نمک گزینه اولش میشه اول سری در تعامل هیدروژن با نایتروژن غرض تشکیل آمونیا کدام شرایط ضرورت است هم ف... هر... کتالیست هم فشار و هم حرارت یعنی گزینه جیم در تشخیص اکسیژن چرا آتش خاموش شده دوباره روشن می شود وقتی که ما و شما به خاطر این که اکسیژن می سوزد به خاطر سوختن اکسیژن لازم است به خاطر این که اکسیژن آتش را خاموش می کند جزء الف صحیح است ببینید برای سوختن اکسیژن لازم است درست است وقتی ما و شما یک چیز می اکسیژن در اونجا ضرورت میشه به ناهن من گزینه بیره میگیرم و در نهایت بازم هم یک سه دانو سوال خانه چار داریم گفته در ساختن بارود کدام مرکبات مرکبات کدام انصر استفاده میشه مرکبات نایتروژن که امونیا بود کدام ماده برای گرم کردن خانه ها استفاده میشه کاربن زغال سنگ میسوزانیم و خانه خالی از سوختن نامکمل چوب به دست می آید زغال چوب از سوخت نامکمل به دست ببینید ببینین بخش آخری از این کتاب سوالاتی است که شما از این اینا رو می میبینین کدام اینا جواب درست است و اینا فقط شماره از این داخل از این میتونید بانین فرمول امونیا کدام از فرمول امونیا این یک دان است اینجا میتونید 26 نوشته کنید. هیدروژن نظر به گازات دیگر خانه خالی است خب در بین از این جواب منطقی ترین جواب سبکتر است پرستلی خانه را کشف کرد پلس پرسلی اکسیژن را کشف کرد از تعامل اکسیژن با سلفر گاز خانه تولید میشه گاز سلفر دای اکساید تولید شده امونیم نایتریت اینی مرکب هست امونیم نایتریت نایت رایت ببخشید نایت رایت کتله اتمی نایتروژن 14 است مهمترین مرکب کربن در هوای اطراف زمین عبارت است از خب معلوم داره که در هوای اطراف زمین کاربون دایوکساید بسیار زیاد است و کاربون که در زیورات استفاده می شود او الماس هست این خانه خالی الماس می آید یا اینجا شماره می مانیم و خانه خالی مرکب عضوی می باشد میتان که همو گاز سوخت است که ما ایره می سوزانیم من یک مقدار سریعتر گفتم میشان به خاطر که وقت ما خلاص شده بود و ما و شما رسیدیم به پایان درس و مجموعه کتاب کیمیای سنف هفتم امیدوار هستم که از این مجموعه استفاده عظیمی کرده باشین و از این یک چیزی از ما تانسته باشیم برای شما از انجام داده باشیم با امید موفقیت و پیروزی همگی شما عزیزان خدا نگهدار همگیتان باد